خب یه درود دیگه در حال رانندگی، یکی از بهترین حالتهایی که میتونم با شماها عزیزان راحت حرف بزنم، وقتایی که دارم رانندگی میکنم توی این مسیرها که هر از گاهی مسیرهای طولانی هم هست و از منم تا حالا متوجه شدید که من عاشق رانندگی هستم. اما این که امروز میخوام باهاتون حرف بزنم یه خورده متفاوته، غیر از حال مسائل سیاسی روز که دائم با هم دیگه حرف میزنیم دربارش صحبت میکنیم. یه مورد خاصی پیش اومده که دربارش باید حتما این چند دقیقه رو باهاتون حرف بزنم. برنامه‌های من رو حتما با آقای مسعود صدر عزیز دنبال میکنید. این برنامه ها روزای یک شنبه برگزار میشه، ساعت چند میشه به وقت ما؟ ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن. بعد و این هفته ما 13 برنامه رو به اتفاق ایشون داشتیم. یه ظرف 2 هفته گذشته برنامه های 12 و 13 یکی دو تا مشکل کوچیک پیش اومده که به ویژه توی کامنت هایی که بعدن خب خیلی از شما عزیزان گذاشتین، حالا روی فیسبوک یا روی یوتیوب، داشتم به این فکر میکردم که عجب دنیایی شده. حتی 10 سال پیش هم ما تصورمون این نبود که مثلا در حین رانندگی بتونیم با دوستان خودمون، کسانی که نگرانمون هستن، کارامونو دنبال میکنن، مثلا صحبت بکنیم خیلی راحت، زنده، بعد اون ور دنیا، این ور دنیا، تمام قاره ها به هم دیگه وصل. ولی حالا دیگه ببینید سرعت تکنولوژی رو، ببینید کجاها داره میره. اما هفته گذشته قرار بود آقای بهرام مشیری بیاد برای مناظره درباره کتاب رفیق آیت الله. یک اتفاق خیلی جالبی افتاده. حالا چرا من دارم این صحبت میکنم قبل از اینکه برم توی اصل اتفاق، دلیلش رو بذارید بگم. برای اینکه دیدم توی کامنت ها خیلی از دوستان میان، خب خشمگینانه اعتراض خودشون رو به مشیری، به امثال محمد امینی، به اینها اعلام میکنن. اما این وسط من دیدم بعضی های مقدار انصاف رو رعایت نمی کنن و انتقادهای سنگین و بعضا حتی توهین هایی رو به آقای مسعود صدر هم می کنن که ازتون خواهش می کنم این کار رو نکنید، خیلی با احترام. چون ببینید ما کامنت ها رو پاک نمی کنیم و من به شخصه به ادمین ها هم گفتم فقط کامنت هایی که توش فحاشی باشه، فقط اون کامنت ها پاک بشه و غیر از اون ما کامنت های انتقادی رو پاک نمی کنیم، برای اینکه می خواهیم نشون بدیم تفاوتی بین ما بالاخره وجود داره با اون رژیمی که داریم میگیم رژیم مورد قبول ما و مردم ایران نیست، به آزادی و دموکراسی اعتقاد نداره. خب اگر قراره ما هم همون کارهایی رو بکنیم که اونا میکنن، اگر ما هم قراره بلاک بکنیم، اگر ما هم قراره کامنت ها رو پاک بکنیم، هر انتقادی که میشه رو رد بکنیم، خب فرقی با هم دیگه نداریم که. خب پس همون اونها بمونن دیگه چه کاریه، دوره ما هم بیایم روی کار که همینیم و همون آش و همون کاسه برای مردم خواهد. گفتیم کامنت ها رو پاک نکنن، اما توی کامنت ها به ویژه روی یوتیوب، روی همین حالا ویدیوی هفته گذشته ما، حدود 600 تا کامنت گذاشته شده و خیلی از این کامنت ها خب عصبانیت مردم توش دیده میشه و برای من خیلی جالبه درجه هوشمندی برنامه‌هایی که روی فیسبوک لایو داریم، برنامه‌هایی که توی همین به اتفاق آقای صدر عزیز داریم اجرا می‌کنیم توی تلویزیون باش. من مهمون ایشون هستم، برنامه مال ایشونه، 2 دهه است اون برنامه رو داره، برنامه اشکا و لبخندها، و من الان 3-4 ماهه که مهمون ایشون هستم و خوشحالم. فرصت بسیار خوبی بود و هست که فراهم شده که بتونیم با ایرانیان عزیز صحبت بکنیم. مخاطبین بیشتر سراسر دنیا دارن نگاه میکنن و میزان استقبالی که از این برنامه شده استقبال بی نظیریه و گویا بیشتر از هر چیزی، یعنی این چیزی که من خودم میتونم برداشت بکنم از این استقبال بی نظیری که از این برنامه های ویژه روزای یکشنبه داری میشه، بیشتر از هر چیز به خاطر اینه که دو نسل رو دارن مردم میبینن که
که دارن با هم دیگه تبادل نظر میکنن، با هم دارن یه کاری رو انجام میدن. مردم ما خستن از این همه درگیری ها و گرفتاری هایی که بین اپوزیشن، بین به ویژه این فاصله نسل ها وجود داره. جریانات انقلابیون 57 خب همیشه جوان ها رو به رسمیت نمیشناسن و همیشه با جوان ها مثل آدم های نادان برخورد میکنن، فراموش میکنن که خود اینها وقتی که نه هم سن ما، نصف ما ها سن داشتن، به عنوان اوغلای کل اومدن یک انقلاب عریض و طویلی راه انداختن تو اون کشور که تا بیان بفهمن بازی شوروی رو خوردن و چه بلایی به سرشون اومده، دیگه رسیدن به سنین پایانی عمرشون. و حالا برای ماها سنگ اندازی هم میکنن، ماهایی که اتفاقا خیلی هوشمندانه تر از اونها داریم رفتار میکنیم، ماهایی که جوانب رو داریم میسنجیم، ماهایی که نسل جوان مبارز رو دارم میگم، نسل جوان مبارز ایران نسل بسیار آگاهیه، بسیار بسیار آگاه تر از نسل مبارز و انقلابی 57. و اما خب این متاسفانه این اختلاف نسل ها وجود داشته، این درگیری ها وجود داشته، به راحتی نمیپذیرن افراد، نمیخوام اسم دیگه ای بیارم، ولی افرادی که توی سالیان سال دهه ها توی این مبارزه بودن نمیخوان بپذیرن خب یک نسل بعدی اومده، جوان هایی اومدن. نمیدونم، شاید ما هم یه روزی به این روزگار دوچار شدیم، شاید ما هم 40 سال دیگه قرار همین مبارزه ادامه داشته باشه، نه ولی مثلا 40 سال دیگه برای آزادی کره شمالی که میریم اقدام بکنیم، اون زمان شاید ما هم دیگه نسل جوان رو نپذیریم و این دیدی رو که امروز نسل قبلی ها دارن توی این مبارزه، که فکر میکنن حق آب و گل دارن توی این مبارزه و نمیخوان اجازه بدن هیچ نیرو و انرژی جدیدی بیاد وسط. که برای من حالا غیر از همه چیز خنده دارم هست، یه وقتی هست آدم مثلا قهرمان جام جهانی میشه با تیم ملی برزیل، مربی تیم ملی برزیل، بارهای مثال زدم، بعد وقت میاد با افتخار همه جا میگه من مربی تیم ملی برزیل بودم، قهرمان جهان شد، حالا میخوام برم مثلا مربی تیم لهستان هم بشم. یه وقتی هست یه کسایی مثلا مربی تیم دسته 17 مالدیو بودن، بعد که تازه دسته یکش میاد 17 هیچ هی میبازه، بعد پر رو هم هستن با وجود این که این همه شکست خوردن، اما ادعا دارن که حالا بعد از این که تو دسته 17 هم مالدیو بازی کردن، میگن ما میخوایم مربی تیم ملی آلمان هم بشیم. وضعیت اپوزیشن ما اینجوریه متاسفانه. مجموعه ای از جریانات، نمیگم آدم های بدی هن اصلا، واقعا آدم های خیلی خوبی هن، دلسوزن، ولی این کاره نیستن. آها نیستن. خب وقتی کسی نمیتونه یه کاری رو انجام بده، وقتی ویژنش رو نداره، وقتی اون آگاهی کافی، نمیگم آدم های نادان و بیسوادی هن، اتفاقا آدم های باسوادی هم میتونن در تخصص خودشون باشن، اما مبارزه سیاسی با این رژیم نشون داده شده که در تخصص اینها نیست و کمکی که میتونن بکنن اینه که اگه نمیخوان به پژواک صدای نسل جدید که شاید با حرف جدیدی اومده باشن کمک بکنن، شر نرسونن. اینجاست که میگه ما رو به خیرشان امید نیست، شر نرسونید. خب تو اپوزیشن نسل قدیم کم نداریم از این آدم ها که نه فقط به خیرشون امید نیست، شر هم میرسونن. اما هستند در این بین افرادی مثل آقای مسعود صدر که بسیار هم مرد نازنینیه و حالا امیدوارم نشنوه این حرفهای ما رو، که نمیخوام بگم همسن پدر بزرگ منه مسعود صدر، ولی بهتره بگم مثل برادر بزرگ من میمونه. ولی درجه درک و آگاهی این مرد و این که خودش رو هی اپدیت نگه داشت، ارتباطش رو با جوانها برقرار نگه داشت توی ایران و با آخرین سیستم های تکنولوژی داره کار میکنه و روی تلگرام هست، روی نمیدونم فیسبوک، روی یوتیوب، روی شبکه های مختلف اجتماعی، براش مهمه جوون ها چی میگن، دائم ارتباط مستقیم باشون برقرار میکنه، مثل خیلی از این
اصلی های خودش که واقعا تبدیل به فسیل شدن. فسیل به سن نیست، فسیل شدن، فسیل شدن به اینی که تو اجازه ندی پروگرام مغزیت آپدیت بکنه. ما همین الان داریم تو دنیای زندگی میکنیم که همین آیفون هامون رو هر مثلا دیگه آخرین متد آیفون هم میاد، همیشه دنبالشیم، میریم میگیریم. بعد همین الان من دارم با مثلا آیفون 7 پلاس با شما صحبت میکنم، ولی هر دو ماهی میبینی یه آپگرید جدید پروگرام میذارن روش که اتفاقا با علاقه میریم دوباره اون پروگرام جدید رو هم میذاریم و یاد میگیریم که پروگرام جدید چی توش هست، چه امکانات بیشتری رو در اختیار ما میذاره. خب اگر کسانی بتونن از همون نسل قدیم هم این کار رو انجام بدن، اتفاقا ذهن خودشون رو کاملا جوون و آماده برای ادامه مبارزه نگه داشتن. در قبالش خب ما این وری ها رو هم داریم و اون ور رو داریم میگیم، این ورم بذارید بگیم از نسل جوون های خودمون، از هم نسلی های خود من بعد از ما، کسانی رو داریم که اصلا تکنولوژی رو که نمیشناسن، خودشونو بلد نیستن مچ کنن با شرایط روز. ما نمیگیم رنگ عوض بکنن، اصلا من به این اعتقاد ندارم و اعتقاد دارم اگر کسی میخواد تو مبارزه سیاسی موفق باشه اتفاقا باید ثابت قدم باشه. کسی اگر بره وسط دیوار بشینه، یه طرف سفید بپوشه یه طرف سیاه، وسط دیوار عروسی عزا بشینه، اونور روشو بکنه گریه کنه، اینور بیاد روشو بکنه دست بزنه با عروسی، و این آدم به قول ارژنگ داوودی عزیز، یادی بکنم از دوست بسیار خوبم که الان تو زندان زابل 15امین سال زندان خودش رو داره میگذرونه، ارژنگ همیشه اینو تکرار میکرد برای من، میگفت امیر حواست باشه کسی که در دو تا میدون بره به جنگه دو بار تیر میخوره، دو بار کشته میشه. و حکایت این آدم ها هم اینه، آدم هایی که رنگ عوض میکنن. من با رنگ عوض کردن مخالفم، اما آپدیت کردن با رنگ عوض کردن فرق میکنه. شما از آخرین متد روز، از آخرین تکنولوژی ها استفاده میکنی. ما داریم کسایی رو توی واشنگتن که من فقط با خنده از کنارشون رد میشه، مثلا میشینی باشون صحبت کردن، جمله پنجم که میرسن میگن مبارزه مسلحانه هم نمیدونم ایدئولوژی هم تاکتیک. کامان، این حرف مال 50 سال پیش بود، اون موقعی که همه دنیا از سر نادونی سری آخرین و اولین چیزی که میرفتن سراغش، بهتر بگیم اولین چیزی که میرفتن سراغش اسلحه بود، امثال هادی غفاری و امثال نمیدونم عباس آقا زمانی و امثال بجنوردی و نمیدونم شمخانی و همه اینهایی که ما درد ماجراجویی های اینها رو الان کشورمون داره میکشه. و حالا برگردیم به اصل صحبت، بحث سر افرادی مثل مسعود صدر. ما قدر این آدم ها رو باید بدونیم. وقتی مسعود صدر میاد توی یک نبردی، نبرد سنگین با تمام هم دوره‌ای های خودش، همه دوستان قدیمی خودش که دل خودش هم میگیره، وقتی با من بعضی وقتا صحبت میکنه تعریف میکنه و میبینم که دلش میگیره، مثلا از دوست قدیمی خودش بهرام مشیری میگه و گله میکنه که چرا اینها حاضر نیستند بپذیرند کسان دیگه‌ای هم ممکنه در این مبارزه وجود داشته باشند، چرا اینها حاضر نیستند بپذیرند ممکنه نسل جوونی توی این مبارزه بیاد. من میبینم با درد داره این حرفو میزنه. من میبینم بهرام مشیری رو خب با هم دوستن، درسته از لحاظ اعتقادی کاملا دو نقطه متفاوت از هم دیگه هستن، اما از خاطرات سالها دوستیشون میگه. ما ببینید تهش هیچ چاره‌ای نداریم جز این که طرفداران شاهنشاهی، نظام شاهنشاهی، طرفداران جمهوری، طرفداران نمیدونم حتی طرفداران هر چیزی که هستیم و هستند، ما آخرش چاره‌ای جز این نداریم که یاد بگیریم همدیگر رو تحمل بکنیم و با هم زندگی بکنیم. میتونیم با خیلی از اینها ما دوست هستیم و داریم با هم زندگی هم میکنیم، اما وقتی خب من میبینم کسی مثل مسعود صدر میاد جلوی اونها، دوستان خودش، کسانی که باشون درد دل میکنه شبها و بیرون میره، رستوران میرن سالیان سال، برای نمونه کسی مثل بهرام مشیری جلوش میسته، چون میبینه بهرام مشیری حاضر نیست، میگه من مبارزم اما حاضر نیست، میاد از یه طرف قول میده من میام برای یک مناظره، اما آخرین لحظه جا میزنه میگه نه من نمیام، در جوونها در حدی نیستند که من بیام با اونها بشینن. خب برای ما این یک لبخنده فقط که میگیم آخه شماها در چه حدی هستید، کدوم حد فکر میکنین هستین
امثال آقای مشیری که فکر میکنیم مثلا ماها در حد شماها نیستیم، ولی حتی در این حد هم نمیخوایم وقتمون رو با این آدم ها تلف بکنیم. چون من ترجیح میدم به جای لگد زدن به اردک هایی مثل مشیری و امینی به کار خودم برسم، به چیزی که مردم ایران منتظرن، جوون های ایران منتظرن از ماها ببینن، به اون برسیم، ببینن که چطور. من خجالت میکشم وقتی میبینم از توی ایران یک جوونی مثلا از رفسنجان برای من یک مسیج میفرسته، حالا اسم کوچیکشم بگم، به اسم احسان، و من اینو که اینجا جنگ روانی رو، پولیتیکال وورفر رو در دانشگاه‌های آمریکایی تدریس میکنم، من استاد جنگ روانی در دانشگاه امنیت ملی سیاست خارجی واشنگتن بودم، بعد و پی چند سال بعد دارم پولیتیکال کرایمز تدریس میکنم، دارم قانون اساسی درس میدم، بعد اون وقت یک جوونی از ایران به من یادآوری میکنه که استاد جنگ روانی حواست باشه، امثال مشیری و امینی دارن تو رو وارد یک وادی میکنن که تو از سازماندهی با وا بمونی. تمام هدف کتاب رفیق آیت الله، 4 سال تلاشی که براش شد، تمام هدف این برنامه‌ای که به اتفاق آقای صدر گذاشتیم و آقای صدر اصلا خودش پیشنهاد دهنده این بود، بعد از اینکه کتاب رفیق آیت الله رو خوند گفت این کتاب بهترین اسلحه‌ایه که ما در اختیار داریم، و گفت جوان‌های داخل ایران ده ها و صد ها نفرشون روی تلگرام، روی فیسبوک، روی ایمیل به من هی دائم مسیج فرستادن، به مسعود صدر گفتن با فخرآور صحبت کن، کتاب رفیق آیت الله رو بخون، و میگه انقدر به من گفتن من رفتم ببینم این کتاب چیه، و وقتی خوندم دیدم این بهترین اسلحه ایه که میتونیم داشته باشیم، برای اینکه این اسلحه داره تمام رازهای پشت پرده رژیم جمهوری اسلامی رو به ما میگه، اسلحه مثل کتاب رفیق آیت الله. بعد به من گفت مسعود صدر، من دیدم چرا ما و تصمیم گرفتم بیام این صحبت ها رو با شما راه بندازم آقای فخرآور، و بشینیم به جوون ها، با جوون ها تاریخ رو از این کتاب بخونیم، و بعد ببینیم از کجاهای این تاریخ میشه درس گرفت و چه جوری میتونن جوون ها امروز از این تاریخ استفاده بکنن و بیان برای مبارزه امروز خودشون با رژیم تابون دندان مسلح جمهوری اسلامی بتونن نتیجه بگیرن. من دیدم درجه هوش و اون تیزبینی آقای صدر برای من واقعا تحسین برانگیز بود، با وجود اینکه من واقعا این روزها با مشکل وقتی مواجه هستم، واقعا مشکل وقت دارم و حجم زیاد کارهایی که داریم، پاکسازی بزرگی که توی واشنگتن داریم انجام میدیم، توی کمکی که دارم به دولت پرزیدنت ترامپ میکنم، و کار کوچیکی نیست، تمام تیم من همه با هم دیگه داریم این کارو دست جمعی انجام میدیم، کار بسیار بزرگیه، و واقعا اگر به من بود دوست داشتم تمام چیزها رو ببندم، راه‌های ارتباطی هر چیزی هست، موبایل، فیسبوک، هر چیزی هست تعطیل بشه و بشینم فقط و فقط به اون کار برسم، اون برنامه‌ریزی‌ها رو، ولی دلم هم نمیاد. از یه طرف، از یه طرف می‌بینم این خیلی از این بچه‌ها، بچه‌های مبارز دارن نفس می‌کشن با این پیام‌ها، با این ارتباطاتی که داریم برقرار می‌کنیم باشون، و ما هم داریم یاد می‌گیریم ازشون. من لحظه به لحظه دارم خودم رو آپدیت می‌کنم با اتفاقاتی که داره توی ایران می‌افته، و برای همین به آقای صدر عزیز گفتم باشه، با همین برنامه‌ها رو اومدیم به برنامه 13 رسوندیمش. این وسط شیطنت‌ها وجود داره و مطمئنن ماها هممون هم اشتباه میکنیم. من همه خوبی ها رو دارم میگم، بذارید انتقاد خودم رو، من هم با وجود اینکه بسیار آقای صدر رو دوستشون دارم، انتقاد کوچیک من هم به ایشون این بود که اگر فردی نمیخواد بیاد مناظره کنه، خب افسار شطرش رو بندازید روی گردنش، بگید برو. وقتی شهامت مبارخه، یک روزی بود جنگاوران میدان می اومدن رجز می خوندن، شمشیر و سپر به دست می گرفتن، می رفتن وای می سادن وسط میدون جنگ، مبارز می طلبیدن و می گفتن اگر کسی می تونه بیاد با ما به جنگ. یک روزی بود این اتفاقات می افتاد، به اونها می گفتن جنگاور. امروز ما با جنگاورانی مواجهیم که رجز می خونن، اما رجز رو چجوری می خونن؟ رجز میخونن میگن ما با شمشیر میریم وسط میدون جنگ به شرطی که طرف مقابل نیاد. ببخشید شما توی برید چه بکنید؟ میخواید یه قل قل بازی کنید با خودتون وسط میدون جنگ؟ طرف مقابل نیاد برای مناظره، بعد شما بیایید بشینید فحشش هم بدید؟
آقای مشیری، آقای امینی دقیقا این معامله رو کردن. انتقاد من به آقای صدر عزیزمون این بود که اتفاقا ایشون هم کاملا پذیرفتن و خودشون هم دیدن که اون افراد قابل احترام هم نیستن. آقا یا شما یه کاری هستی یا نیستی. اگر جنگنده ای، اگر حرفی برای گفتن داری، اگر آقا ایده ای داری فکر میکنی من اشتباه میکنم، اگر فکر میکنی کتاب رفیق آیت الله اشتباه میکنه، برو کتاب رو بخون. بعد از اینکه کتاب رو خوندی، اون وقت بیا بشین بگو نویسنده ای کتاب، من با شهامت در سن 80 سالگی خودم با شهامت با اعتماد به نفس میگم شما در اینجا اشتباه داری میکنی طبق این سند. نه یا بگو من نمیام تو برنامه اگر فلانی باشه، چون فخرآور در حدی نیست که من بیام. بعد اون وقت بیا بشین تو برنامه ای که احترام بهت گذاشتن آقای امینی، آقای مشیری، احترام بهتون گذاشتن، اومدین توی این برنامه برای اینکه گفتگو کنیم و نظراتتون رو بگین، مشیری میاد تو برنامه سلام میکنی بهش جواب سلام هم نمیده. خب به کی داری توهین میکنی؟ داری به خودت توهین میکنی با این کارت. مثلا به من توهین شد؟ مردم دیدن کی هستی. و یا آقای امینی میاد میشینه یک سری دروغ و خزعبلات رو سرهم میکنه و تمام طول برنامه اولا شرط میکنه برای آقای صدر که من به شرطی میام برای مناظره که فخرآور نباشد. ببخشید دی مناظره با کی میخوای بکنی پس؟ خب اگر قرار من نباشم بیای اونجا بشینی تو برنامه، پس برای چی حرف من رو میزنی اصلا؟ برای چی برمیگردی میگی آی کسانی که اصلا این کاره نیستن، اصلا نمیدونم توهین ها یا آنچنانی که اینها بچه هستن از راه. آخه خب نه سوادت در نزدیکی های حد اندازه سواد ماست آقای امینی و نسل بچه های هم نسلی من، نه سوادت در این حد اندازه هاست، نه تجربت تجربه ارزشمند مثبتیه در مسیر این گذشته و حال و آینده کشورمون، نه حرفی برای گفتن داری، نه شهامتش رو داری، نه اعتماد به نفسش رو داری، نه اینکه اصلا چیزی که میگی روش وایسادی حاضری بیای ازش دفاع بکنی. و ماشاءالله الهی با میده تو این اپوزیشن ما هم که تا دلتون بخواد دکتر ریخته، هر کی تو جوب پیداش میکنن میگه به من دست نزنید من دکترم. بعد میپرسی خب دکتراتون از کجا گرفتین؟ هیچ کدومشون هم نمیتونی ترک داون بکنی که دکتراشون از کجاهای دنیا اومده بالاخره. اما این انتقادی بود که خب وجود داره و منطقیه، انتقاد درستیه. بعقیده من هم اگر قرار مناظره ای انجام بشه من با آغوش باز استقبال میکنم و حتی من به آقای صدر یک چیزی رو گفتم، گفتم آقای صدر مثل گذشته های خودم دیگه من نه که سرکش نیستم، سرکشی رو که نمیشه از من گرفت، سرکشی ها هست، اما اون فروتنی هم سر جای خودش هست و اینها رو دیگه تجربه و سن و چینهای پیشانی یواش یواش داره هی بیشتر و بیشتر به آدم نشون میده این چیزها رو. اما واقعیت اینه که برای یک نفر و دو نفر از این جماعت نسل قدیم کسانی نیستن که بتونن حریف باشن و باید دست کم یه دهتای پونزدهتایشون جمع شن. اگر میخوان برای یک مناظره واقعی بیان باید دست کم ده پونزدهتاشون جمع شن بیان، شاید بتونن دستشون رو به مچ پای من برسونن اگر میخوان یه خم بگیرن. نمیگم میتونن بگیرن، ولی دستشون رو فقط بخوان برسونن که آخرش هم ضرب فنی خواهند شد، در این اصلا تردید نکنن. من با همین استحکامی که حرف میزنم، با همون استحکامی که اسناد کتاب رفیق آیت الله رو کنار هم دیگه چیدم، ایمان دارم به این که مولای درزش نمیره و هیچ کدوم از اینها نمیتونن بیان ایرادی از این کتاب بگیرن. اما چرا اینها میخوان بیان وسط میدون نبرد بایستن بدون حریف؟ برای اینکه میدونن حرفی توش نیست، برای اینکه میدونن نمیتونن هیچ جای این کتاب رو بیان و واقعا وایسن ازش ایرادی بگیرن، انتقادی براش بیارن، و چون میدونن حرفی برای گفتن ندارن فقط میخوان با سفسطه بازی، جنجال راه اندازی، دروغگویی، مثل کاری که آقای امینی توی این برنامه این هفته کرده بود. خب من اومدم توی یک نامه ای رو از محمد مصدق خوندم و این نامه توی اسناد رسمی وجود داره، اون وقت این آقا میاد میگه که
این نامه یک برگه ای رو میفرسته جعلی از شرح مذاکرات مجلس، یک خبرنامه ایه که توی اون خبرنامه اتفاقا دو هفته تاریخ اون خبرنامه مال دو هفته قبل از نوشته شدن این نامه است. بعد مثل همیشه کاری که این دلغک های سیاسی میکنن، اینجور اسناد دروغ رو میفرستن، اون وقت میاد توی صفحه تلویزیون گذاشته میشه، کیفیتش هم خوب نیست، نگاه میکنه، بعد برمیگرده میگه طبق این سند این نامه مصدق محرمانه نبود و قبلا منتشر شده بود در این سند اینو. بعد سند رو نگاه میکنه، این اصلا سند ربطی به نامه مصدق نداره، مثلا دو هفته قبل از اینکه اون نامه رو مصدق بشینه بنویسه تاریخ خورده اصلا این سند، و اصلا درباره یک چیز دیگه ای داره شرح مذاکرات مجلس رو میگه. خب شرح مذاکرات مجلس به نامه فدایت شوم محمد مصدق به سفیر کبیر شوروی ماکسیموف چه ربطی داره؟ در هیچ کجای این سند هم شما هم چیزی رو نمیبینی. ولی اینا نه که یک عمر چپها از این طریق گول زدن مردم رو، همیشه هم جواب گرفتن، هیچ کس نیومده تو روشون وایسه. خیلی وقتا افراد میدونن اینا دارن دروغ میگن، ولی از اونجایی که میدونن اینا چه هوچیایی هستن، میگن بهتر خودمون رو با اینا درگیر نکنیم، اینا تمام رسانه ها دستشونه، اینا همه جا ما رو قطع خواهند کرد. ولی دیگه تو دنیای امروز دیگه از این خبرا نیست، دیگه تو دنیای امروز نمیشه کسی رو قطع کرد. تو دنیای امروز هر فرد میتونه برای خودش یک خبرگزاری داشته باشه. و با توجه به همه این حرف ها، میدون دادن به این آدم ها، من نمیگم درست نیست، باشه، ولی نه میدون خالی و تنهایی. اگه حرفی برای گفتن دارن به روی چشم بیان، 10 تا 10 تا و 15 تا 15 تا و 20 تا 20 تا کارشناسا و دکاترشون، جمع دکترها از جریان چپ و اصلاح طلب ملی مذهبی و غیره و زالک، هر چیزی که هست، همه این خائنینی که در انقلاب مارکسیستی اسلامی سال 57 نقشی داشتن، همشون با هم بیان جمع شن، بشینن سر یک میز مناظره. ما از ارتش جوانهای خودمون همه رو نمیفرستیم وسط، بچه‌ها همه وایسن نگاه کنن، خود من با شمشیر میرم، با شمشیر استدلالم میرم وسط، ببینید چه جوری جنازه های تمام اونها رو با هم، زمین رو براشون فرش میکنم با جنازه های سیاسیشون. خب رجز میخونیم، بیان پوزمون رو بزنن توی کوچه خالی، عربده نکشن. و خشم خیلی از مردم کاملا به جا بود، خیلی ها عصبانی شدن از این رفتارهایی که اینها کردن. اما باور کنید، من چون تو کامنت ها میدیدم بی انصافی داره میشه در حق مسعود صدر عزیز، ایشون تنها هدفش این بوده دائم، حتی بنابر این بود که بعد از صحبتی که شد، وقتی که گفت امینی گفته بود من میام به مسعود صدر، گفته بود من میام به این شرط که فخرآور نباشه اون موقع توی برنامه، و مسعود صدر هم به من گفت که آیا موافق هستی که شما بیای حرفا رو بزنی بعد بری بعد ایشون بیاد؟ گفتم بله من موافق هستم به یک شرط کوچیک. ایشون حالا که شهامت نداره بیاد با من رو در رو بشه، چون میدونم میاد و نیم ساعت 40 دقیقه تمام با دروغهاش مردم رو عصبانی میکنه، 10 دقیقه هم وقت بذاریم آخر برنامه، من برمیگردم میام و پاسخ دونه دونه دروغهاش رو خواهم داد، که مردم یک هفته نرن با این دروغها عصبی بشن و بخوان عصبانیتشون رو توی کامنت ها توی شبکه های اجتماعی خالی بکنن. مسعود صدر عزیز قبول کرد، گفت بسیار ایده خوبیه. بعد موقع برنامه به دلیل کمبود وقت نتونستیم این کار رو انجام بدیم و موکول شد به هفته آینده. و این رو من خواهش میکنم از شما عزیزان، دقیقا حرفای من رو امیدوارم متوجه شده باشید، میخوام ما قدرشناس این افرادی که داریم و تعدادشون زیاد هم نیستند، قدرشناس اینها باشیم، ارزش اینها رو درک بکنیم، امثال مسعود صدر که چطور دارن زحمت میکشن، چطور تونستن از نسل پر از رسوب چپ که اینها تو اون نسل زندگی کردن، چطور تونستن خودشون رو برهونن و بیان سروایف کنن، در واقع بتونن زنده بمونن تو فضای سیاسی و بیان خودشون رو برسونن به دنیای امروز و با جوانهای نسل امروز بتونن همراه بشن. قدردان و قدرشناس این عزیزان
باشیم. خواهش میکنم توی کامنت ها توهین نکنید به ایشون دست کم. و انتقاد، من خودم همیشه انتقاد رو با آغوش باز میپذیرم و اصلا هم نگران نباشید که یه وقت این چپ ها و اصلاح طلب ها و سایرین اگر اومدن چیزی گفتن، جایی صحبتی شد، بدونید به جای خودش با گرز گران چنان بر فرق سرشون میکوبم تا برای همیشه دفن بشن در فضای سیاسی کشور. و باور کنید اینقدر که این جریانات عقب مونده یا اپوزیشن از من و امثال من وحشت دارن، جمهوری اسلامی اینقدر وحشت نداره و این رو باور کنید، یک واقعیته. و مطمئن باشید که از تمام این توان و قدرتی که یزدان پاک داده به ما، این چیزی نیست که من بهش بنازم. همه این سالهای مبارزه این وجود رو تبدیل به یک پولاد آب دیده‌ای که دودم تیز هم هست کرده و من باید قدردان همه مردم عزیز باشم، همه مبارزین راه آزادی باشم، همه اون کسایی که، همه اون عزیزانی که توی این سالها مشعل این مبارزه رو دست به دست آوردن تا رسوندن به من و دوستان من، و قدرشناس همه اونها هستیم و بدونن که بازوان پرتوانی داریم، حریفشون خواهیم شد. شما هم نگران نباشید، خشمگین هم نشید، عصبانی هم نشید. دوستانی هم که از برنامه این هفته، یک شنبه این هفته عصبانی شده بودند، برنامه 14 ما رو دنبال کنید و رقص گرز گران من رو در هوا ببینید که چطور بر فرق این عمله های سیاسی فرود خواهد اومد. و از همینجا من یک بار دیگه از مسعود صدر عزیز هم تشکر بکنم برای این فرصت خوبی که توی برنامه های خودش گذاشته در اختیار ما و همه جوان ها که بتونیم تجربه هامون رو با هم دیگه رد و بدل بکنیم. خیلی ببخشید امروز دیگه من به کامنت ها و سوالاتون نگاه نکردم، بعدم برمیگردم کامنت ها و سوال ها رو هم میبینم و حالا توی فیسکایپ های دیگه باهاتون بیشتر صحبت میکنم. همه شما رو به یزدان پاک میسپارم عزیزان، تا یک برنامه فیسبوک لایو دیگه‌ای که با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. پاینده ایران، بدرود.